بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. حدیث دیگر که باز هم با حدیث قبلی قریب المضمون هست. نفس آخر حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنا سعد بن عبدالله عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس بن عبد الرحمن عن الحسین بن المختار. خب این تقریبا با حدیث سیوم که به صورت ترتیب شماریم، حدیث 31، این حدیث 32 هست از سلسله احادیث کتاب عیون اخبار رضا در جلد اول باب 4 حدیث 24. نص آخر حدثنا ابی، امام حضرت شیخ صدوق رحمت الله علیه می فرماید که حدیث کرد به ما پدرم، حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنا سعد بن عبدالله عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس بن عبدالرحمن عن حسین ابن المختار قال، که اینجا هم حسین المختار دوباره همون روایت رو میگه. لما مر بنا ابو الحسن، هنگامی که ابو الحسن به ما برخورد و با ابو الحسن رو ما در را دیدیم، بالبصره، در راه بصره ما ابو الحسن رو دیدیم، توفیق زیارت اون امام رو داشتیم. از زمانی که امام کاظم علیه السلام از بصره که سرزمین حسین مختار بوده می از بصره عبور کرد و ما ایشان رو در اون در بصره زیارت کردیم، بعد میگه که خب در اونجا امام شیعیانی داشته. خرجت الینا منه الواح مکتوب فیها بالعرض، ما نامه هایی از اون بزرگوار به دست ما رسید و برای ما آمد و عنوانی ما آمد. خرجت الینا منه الواح، الواحی آمد که اون الواح عنوانی ما بود، یعنی که نوشته بود که به دست ما برسد و به دست ما رسید. مکتوب فیها بالعرض، در کنار اون الواح، در کنار اون دست نوشته ها، در کنار اون الواح، در کنار دست نوشته ها، مکتوب فیها بالعرض عهدی الى اکبر ولدی، که در کنار اون نامه ها نوشته شده بود که عهد من و پیمان امامت و ولایت من به فرزند بزرگم خواهد رسید، که فرزند بزرگ امام مصطفی جعفر حضرت امام علی ابن مصطفی رضا علیه السلام است. اینجا هم همون عهد رو مراد عهد امامت است، بر آیه که در حدیث قبلی خدمتون عرض کردیم. و این نشان میده که امام هم از زندان برای شیعیان نامه نوشته بوده و دست نوشته های نوشته بوده مبنی بر این که بحث امامت و ولایت بعد از خود رو مشخص بکند، و هم وقتی خودش آزاد شده بود اینجا الواحی رو به شیعیان خود میدهد که اون الواح و دستنوشته ها در کنارشون تصریح شده بود که عهد امامتش به جانشینش حضرت امام رضا علیه السلام میرسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.